آقای منکیو 4 اصل اولیه در مورد اینکه مردم چگونه تصمیم میگیرند مطرح میکنه. مردم با مبادله یا با ترید آف یا با بدبستان روبرو هستند، میدن میگیرن، میدن میگیرن، یه چیزی پرداخت میکنن، یه چیزی دریافت میکنن، یه چیزی پرداخت میکنن، دریافت میکنن. شبان روز حتی خوابشون رو وقتی دارن تنظیم میکنند بدبستان در خوابیدنشون دارند، در غذا خوردنشون بدبستان دارند، پرداخت هزینه در خوابیدن دارند، در غذا خوردن دارند. یکی 4 ساعت میخوابه، یکی 8 ساعت میخوابه. دقیقاً فرمایید حاشیه‌ای در خوابیدن فکر میکنن، در خوابیدن حاشیه‌ای فکر میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگر که، و این حاشیه‌ای قبلش باید ببینید چه مقداری فرد داشته. اگر فرد 2 روز نخوابیده، نمیدونم برای شما اتفاق افتاده 2-3 روز نخوابید، برای من خیلی کم اتفاق افتاده ولی اتفاق افتاده، بالای 24 ساعت اگر کسی نخوابه واقعا زندگی تباه میشه، اصلا دیگه یه جور دیگه میبینی همه دنیا رو، اصلا دنیا جلوی رو سیاه میشه. در حد 48 ساعت اصلا مغز خاموش میشه، کاملا درسته. و چیه؟ و شما حاضری هر چیزی بدی که بخوابی. این یعنی وقتی که شما در حاشیه، یعنی به صورت لبه ای، اون مقدار اندک خواب برای شما بسیار بسیار ارزشمنده. حالا سوال، کسی که 8 ساعت خوابیده، اون فردی که اصلا نخوابیده بود حاضر بود تمام زندگیشو بده 1 ساعت بخوابه. کسی که 8 ساعت خوابیده چقدر حاضر بده 1 ساعت دیگه بخوابه؟ یه چیزی هم میده که نخوابه، میگه صبح باید برم سر کار، درسته؟ پس ببینید بستگی به میزان مصرفی که انجام شده، بستگی به مقدار دارایی که فرد داره، مقدار حاشیه نهایی که داره مصرف میشه مهمه، نه میزان متوسط. انقلاب مارجینالیزم که خدمت شما عرض کردم، متوسط خوابی که شما در یک ماه گذشته داشتی مهم نیست. مهم اینه که دیشب 8 ساعت خوابیدی، درسته که در یک ماه گذشته شبی 3 ساعت خوابیدی، ولی دیشب 8 ساعت خوابیدی و الان داره 1 ساعت به اون 8 ساعت اضافه میشه و شما نمیخوای این 1 ساعت اضافه را. شما در تصمیم های زندگیت به صورت آنی به حاشیه توجه میکنی، نه به متوسط. پس مفهوم مشتق مطرح میشه. دقت فرمودید؟ و مسئله آخر اینه که انگیزه اگر در شما به وجود بیاد، مردم به انسان ها به انگیزه ها پاسخ میدهند.